با درود خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز، خوبین؟ خوشین؟ سلامتی؟ بازی پرتغال و ترکیه است. ترک هم تو آلمان خیلی زیادن، پرچماشون امروز بدجور پر شده بود. ولی ببینین اینا، همین ترکیه 40 سال که دیگه من یادم 3 سالم بوده، مثلا 33-34 سال پیش من یادمم همینا میرفتن ترکیه، میگفتن بابا مردم فقیرن، کشور بدبختیه، نون ندارن بخورن، اصلا هر کی میخواست بره ترکیه عزا میگرفت. الان نگاه کنین فوتبالش تو اروپا، کشورش پیشرفت کرد، ما کجا اون وقت؟ آخونده تا حالا میگفتن شلوار میپوشی، بشین شلوار رو بپوش، ایستاده بپوشی شیطان میره تو جلدت. الان میگن آب میخوای بخوری و بشینی، ایستاده بخوری امام زمان ناراحت میشه. یه هم چیزایی یعنی مغزشون رو ریدن. ببخشید حتی من قرار رو کرف میزنم، ولش کن اینا رو. حالا چی شد ما امروز اومدیم جلو دوربین؟ یه ویدیو من چند وقت پیش آقا پیدا کردم که براتون بذارم، گمش کرده بودم. امروز داشتم توی موبایلم میگشتم چیزای الکی رو پاک کنم، پیداش کردم. آفریکانیش نماز. بله درست شنیدین، آفریکانیش نماز. لامصبا اینا همه چیشون مثل شعر میمونه، اصلا غیر ممکنه شما نماز جماعت این آفریقایی ها وای نسی، وای بسی، خندت نگیره. میگه گفتم بهتون نشون بدم، بعدم یه چیزی در مورد معامله های ایرانی. حالا بریم من نمازه رو براتون بگم. یقن بودو یقن استهین ایدین استقال و تال مستقی داشتین؟ یکنه رو یه داستت بعد ایدین استراتا خیلی خیلی باحاله. یعنی سیغت علی ایدین هنمتا علیهیم ویغیونی مغدوبی علیهیم مولدانی. آقا من اینو انقدر دوستش دارم، لامصب خیلی باله. یعنی تو یمون پیداش کردم خیلی خوشحال شدم. حالا چی شد ما گفتم اومدیم؟ یکی این بود، یکی یه پیرمردیه ارزشیه دیگه، این حزب اللهی تو ایرانه بنده خدا، همه چی دیگه آخوندا دیدی که صبح تا شب خالی بندی پیدا میکنن، حواسمون باید فوتبال هم باشه، صبح تا شب خالی میبندن. امام حسین داشت میرفت اینو گفت، نمیدونم اون اینو گفت، اون اینو کارو کرد، اینا دید چیزی نداره بگه چیکار کنه چیکار نکنه، گیر داد به معامله های ایرانی. حالا با هم بریم ببینیم اینو خودتون قضاوت. مریضی آمد یا فردی آمد با 20 سال سن، 30 سال سن، 25 سال سن، بگه آقای دکتر من پیش این دکتره، تیپو شما ببینین، این دکتره. همسرم خجالت زده هستم، میگن چرا؟ میگه هر حقیقتا منوز خانم من عروس نشده، من یک بند انگشت، یک بند انگشت طول آلت تناسلیمه، یک بند انگشت. من یعنی میخواد از ریشه ایرانو بزنن اینا. یه بند انگشت آخه لامصب به دنیا بیادم انقدر نیست، این چی حساب کردی تو؟ یعنی تا حالا هوامونو ازمون گرفتن، خدا وکیلی خاکمونو گرفتن، تیپ و قیافمونو گرفتن، زیبایی طبیعیمونو گرفتن، همه شدن شبیه هم. تو ایران میری همه دخترها شبیه همن، یعنی همه لوا اینجوری، سینه اینجوری، عقب اینجوری، اصلا هیچ چیز عجیب غریب، همه هم کپ همن، همه چیمونو ازمون گرفتن، دلمون به این خوش بود، اینم الان 2 روز دیگه میریم تو این نمودار کوتاه‌ترین و بلندترین آلات تناسلی، ایران هم میره جزو کوتاه‌ترین. تا حالا کره شمالی بود، این لامصب کرد، اصلا قطعش کرد، شد بند انگشت. اول ایران، بعد کره شمالی، بعد ژاپن، کره جنوبی، بعد ژاپن. یعنی داستان اینجوری میشه. اما که آنگولا و کنگو و سومالی و اینا ماشاءالله اصلا اندازه یه بچه فیل داستانشونه. این ور چی میشه؟ یه بند انگشت. 5 سال دیگه هم دیگه داستان هم درست میکنن، ایرانیان به خاطر فلان و فلان داستانشون یه بند انگشت. یعنی زد نابود کرد دیگه، هیچکی دختر نمیدونه مرد ایرانی. مسئولی دولت جدید انشالله دولت خود دولت اسلامی هم. الان شما حساب کن مناظرات بشینن زاکانی و سعید جلیلی و
پزشکیان و این قالیباف و اینا بشینن در مورد آلت تناسلی که شروع شده که بند انگوش بحث کنن، خیلی ناراحت ها. یعنی من این ویدیو رو دیدم، این قشنگ نابود کرد، یعنی ایرانی دیگه وجود نداره، فقط این نقشه اونه، خدا وکیلی دیگه هیچی نداریم دیگه، اصلا رومون نمیشه بریم بیرون تا میایم حرف بزنیم، میگه شما کره شمالی کره جنوبی، شما ست حرف نزن، چیه داستان، چی خفش و بند انگشتی. حواسمونو جمع کنیم، این یک فاجعه است داره اتفاق میفته. یعنی همینجوری هم نگرش داشته لوم همینجوری هم نگرش داشته، خب ببرش پایین دیگه، فهمیدن همه دیگه. بچه های ما 7-8 سال دیگه شاید بیشتر طول نکشه، همه چون بدون استثنا مردان ما در آینده یک بند انگشت طول آلت تناسلیشونه. این دیدین فال میگیرن، میگن 8 سال و 8 روز و 8 ماه و همش تو 8، مثلا 7 ماه و 7 روز. اینم حالا همینه، 8 سال پیش یا آقای میاد پیشش میگه یه بند انگشت داستانم اندازه 8 سانته، نمیدونم 8 سال دیگه بچه های 8 ساله معامله شون میشه 8 سانت. اینم این داستانش همینه. ببین چه هرسی داره میخوره برای معامله ملت، اینا دلشون میسوزه برای مردم. ببین فکر چیه مردم هم میکنن، یه سانت دو سانت هم براشون مهمه. انقدر امروز من خندیدم، من خیلی وقت بود نخندیده بودم اینجوری، یعنی روشن با خودم فکر میکردم مثلا شما 2 سال دیگه بزن تو گوگل، انقدر این داره داد میزنه بیناموز، الان آبرومون رو بره. 2 سال دیگه بزن تو گوگل، کوتاه‌ترین آلت‌های تناسلی، اول ایران بعد کره شمالی. آقا داستان چیه؟ بند سانت هم نیست، بند انگشت. ایران یه بند انگشت، کره شمالی مثلا 10 سانت. اینجوری حساب میکنن. همین الان میتونید این مسئله رو ببینید که الان وضعیت چجوریه. چرا الان دارن تو روزنامه ها و تو مجلاتشون خارجی ها تو فضای مجازی دارن طول واقعی رو، اندازه واقعی رو دارن 1/3 مطرح میکنن. آقا این چه گیری داده، کجا اینجا روزنامه؟ ما داریم هر روز اینجا زندگی میکنیم، کی میان تو روزنامه هاش گیر بدن 1/3؟ یا این بابا اولین بار مثلا سیاپوستی چیزی دیده، بعد یهو اومده مثلا مال یه فر عادی رو دیده اینجوری شوکه شده، نمیدونم بالا نمیدونم. نظرتون تو کامنت ها بنویس، اگه نمیگین بی ادب، نمیدونم خودت خانواده نره دیدی، الان یه عده میان نصیحت میکنن، بدمون کنی میخوای نصیحت کنی چیز ننویسین، حوصله ندارم. چرا میگن 7 سانت، 8 سانت، 10 سانت؟ این عادیه و خوبه و درس میدن، امتحان میگیرن. این مرتیکه میره تو این صفحه های مال اینا که همش در مورد این چیزا توضیح میدن، سکس تراپی و بزرگی آلت و کوچیکی و چیکار کنیم بزرگشه، این میره اونجا که این چیزا رو میدونه، وگرنه آدم عادی از کجا میدونه این داستانا 10 سانت و 15 سانت و هی هم داره میره ماشاءالله. نمره میدن به دانشجو اگر اشتباه بگه، که یعنی بگه باید اینجوری باشه. چرا حرکتی ما نمی کنیم؟ الان با این وضعیت نوزادان یه نظرسنجی کنیم، مادرها بیان در مورد نوزادانشون، در مورد آلت تناسلیشون نظر بدن. این چیزه، این دکترهای آلت تناسلی داره، بنده خدا دل آدم هم میسوزه دیگه. ایرانمون به چه روزی افتاده دیگه؟ یه زمانی برای خودمون هخامنشیان و امپراتوری و این چیزا، الان یه آدم مین فندرسکی پاشون اومده میگه یه بند انگشت حیثیتمون رو برد. خلاصه دیگه، حالا تا یه چیز بامزه پیدا کنم دوباره خدمت میرسم. تا بعد.